سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه چند وقتیه که ریلزای اینستاگرام وقتی میبینم که یه ادیت زدن، مثلا یه پسری رو نشون دادن که تولدشه، بعد مثلا پدرش بهش بستنی میخره با یه ماشین حالا اسباب بازی، و یه طرف ساید دیگه نشون میدن که یه پسر مثلا آیفون 14 داره و حالا به خاطر رنگش یا چی خیلی ناراحتی، میگه نه من این رنگی دوست ندارم، یا نمیدونم مدل آیفون پایینه، دقت نکردم. خلاصه میخوایم این ویدیوها رو ببینیم و نظر منو راجع به این ویدیو بشنوید. دو تا چیزو میخوایم نگاه بندازیم، یکیش فروشگاه کنسول بازی اینجور چیزاست و یکی هم فروشگاه موبایله. آقا کیانه گل اومدن PS5 خریدن از ما. آقا کیان چطور بود؟ راضی هستی؟ خیلی خوشحالم. مبارکت باشه عزیزم. های از این چیز خاصی نداشت، فقط میدونیم که یه بچه ای هستش که PS5 خریده. حالا بریم سراغ کامنت ها. پول PS5 از سنش بیشتر. خب این مشکل کشور آشغالته. آقا کیان شبیه سیب زمینی گندیده میمونه. نمیدونم واقعا یه بچه بولی کردن داره. واسه اینم سن این کمتره بیشتره چیه؟ چیزی هم که ننوشته لامصب ما متوجه بشیم. آقا بازی‌های مختلفی برای PS5 داریم و این مهمه که پسر چی انتخاب بکنه. حالا ایران که خیلی بیدر و پیکره، ولی داشتن PS5 به عنوان یک چیزی که برای اوقات فراغت استفاده میشه مشکلی نداره. واقعا نمیدونم مشکل چیه. حتما باید 18 سالت بشه بعد بریم مثلا سراغش. تمام مثلا همسنای خودت دارن، بعد تو مثلا نخری. چرا؟ چون که حرف مردم اینه که وای پول PS5 و از سنت بیشتره، من هم سن تو بودم تیله بازی میکردم فلان میکردم. برای هیچکی مهم نیست تو چی داری میگی. بچه پدرش حالا پول داشت براش خرید، دارندگی و برازندگی. چرا زورتون میگیره؟ طرف باباش داره براش خریده، به شما چه؟ سرتون تو زندگی خودتون باشه. این هارتو از طرف من میگیری. خودش کار کرده تو قزوین، عرق ریخته، پولش رو جمع کرده، به بهای از دست دادن کنترل مدفوعش موفق شده به هدفش برسه. یعنی واقعا حیف اون ریشه سیبیلی که روی صورت تو کاشته شده. مرتی که ان یعنی چی آخه؟ به یه بچه رم نمی کنن، به یه بچه فحاشی می کنن چون PS5 خریده. چی کارش دارید واقعا؟ آقا کیان زورش میرسه دست رو بگیره دستش. ببین تو رو خدا نمیتونه حرف بزنه. PS5 اون وقت ما با PS3 گیم می زنیم. خب که چی؟ یعنی چی آخه نمیتونه حرف بزن؟ امشب تولد پسرم آوردم براش بستنی گرفتم، یک با یک برابر نیست. خب منظورش همون، باز میگم اون ویدیو هست، حالا اون ویدیو رو که گم کردم. من زیاد اهل دیدن ویدیوهای سیگما میگما نیستم، زیاد از این ویدیو درست کردن. یه کریس امبیل روانی هم میذارن پایینش و مثلا احساس تأسف میکنن. خود کریس امبیل بود هم تو رو میکشت، همون بچه رو میکشت، همون بابای بچه رو میکشت، همون کسی که آیفون داشت. پس اینقدر نیاریدش تو ویدیو، تو رو قرآن ول کنید از این موجود. حالا بذار یه آدم دیگر رو بیاریم، این بچه رو حالا ول کنید. داد عزیزم اومده PS5 خریده. آقا ایراد خودت هم کار کرده بودی دیگه، مبارکت باشه. قربونت برم. خودش مثل این که میگه کار کرده. بچه ها من یه چیزی شنیدم، یه بار خواستیم برای تولد داداشم حالا یه دونه ایکس باکس بگیریم، از اونجا که بچه پولدار نیستیم 360 گرفتیم. خودتون میدونید چقدر کنسول قدیمی هستش. اونجا یه نفر ترک تحصیل کرده بود به خاطر گیم که بره سر کار و با پولش PS5 بخره. این چقدر وحشتناک همچی چیزی. حالا کار ندارم، حالا این بچه تو این سن خودش شاید تابستون چیزی بوده رفته کار کرده، حالا رفته خریده، نمیدونم، شاید هم اصلا کار نکرده باشه، ولی یه نوب داگ دیگه اضافه شد. این بچه خرید، من نخریدم، عجیبه. کوفتتون بشه، دست شما در نکنه، بچه به این کوچیکی کوفتت بشه. آقا هیراد با تنفروشی احتمالاً تونسته اینو بخره. تو نگاه کن قیافه هیراد، ریش و سیبیل تو میبینی؟ مثل این قیافه کیریشو بیارم اینجا، این ریش و سیبیل تو میبینی؟ این نشون میده آقا شما بزرگسالم باشین. کسایی که میان 14 ساله رو مسخره میکنن، شما بزرگسال هم باشی، یه پشم انم چسبیده باشه رو صورتتون، دلیل بر بزرگیتون نیست. نگاه کن تو رو قرآن، نگاه کن این کسکش ها چرا ایرانی هن واقعا؟ شما برید نمیدونم کجا باید برید، شما کدوم کشور بی فرهنگ تر از ایرانه، همونجا برید. وای خدا شکر، یه نفر نوشته مبارک باشه، یه نفر نوشته من شاشیدم به این داوری کوفتتون بشه. آقا دانیال عزیزم قدم سرچشمون گذاشتی، تشریف آوردی،
چطور بود آقا دنیا؟ عالی بود، همه چی عالی بود، راضیم. مخلصی مبارکت باشه. فدات. حالا ببینیم چی تو کامنت ها نوشتن. یارو ریش داره، بزرگسال، دستش هم جا میشه که دست تو دستش بگیره. نمیدونم چی جوری دیگه توصیفش کنم. بازم یه نفر همون قبلی هست کوفتتون بشه. فکر کنم تو تمام این پستا زیرش مثلا نمیشه کوفتت بشه، کوفتت بشه، کوفتت بشه. آخر همون کوفت قلقلیامو میکنم تو درنت. حواست باشه. بس ببینم شاید بچه باشه. پدو حساب نیا دوستان. بله بچه است. ببخش. ببخشید. خب خدا رو شکر اینجا دیگه کسی چرت و پرت نگفت. یه نفر نوشته چه لذتی داره. جز اون بچه سال فعلا کسی گوخوری نکرد. شریه خوبمون آقا آرمین گل مبارکت باشه. قیمت چطور بود آرمین جان؟ عالی. مبارکت باشه، قربونت برم. بازم کوفته. ناموسن این بچه با این قیافش این همه پول از کجا آورده؟ قضیه مشکوکه. این دیگه از اون کستشه را هستا. تازه سنش هم کم نیست، یه سال از من کوچیکتره. 19 سالشه؟ نه 20 سالشه اتمانه. اولاخ وای بچه خیلی بده تو سن 20 سالگی اینقدر بیشور باشه. خیلی سخته و خیلی بده، وحشتناکه. چه ربطی به قیافه دارم؟ مثلا هرچی بیشتر ریش داشته باشی بیشتر پول در میاری. آره خب همچی قضیه هست. حالا بی خیال از این بکشیم بیرون، میریم سراغ آی استور اهواز. اگه اشتباه نکنم اقساط بلند مدت امکان داره بعضیا که حتی اینجا خرید کردن قسطی خریده باشن. آیفون 13 به زور راضیش کردیم 13 بگیره. 14 میخواست. آره راضی ازش؟ مدلش نه. نه؟ حالا انشالله چند وقت دیگه بیا 14 ببر. بذار ریجسترش معلوم شه. با بند اپل واچ ست شد دیگه. همینه. قشنگ معلومه اصلا رضایت نداری ازش. حالا کار نداریم. من واقعا نمیدونم، هیچ حس بدی نسبت به این ویدیو ندارم. یعنی هیچ دلیلی نمیبینم. اگه مثلا این پول از راه خیلی خلاف به دست می اومد، چه میدونم پول مردم رو خورده بود این گوشی خریده بود، من الان اینجا پریود شده بودم، خونم ریخته بود این برانور. ولی این چیزی که دارم میبینم، خب چی گوشی خریده؟ حالا میدونی تو خانواده پولدار هم بزرگ شده، توقعاتش بالاست. حالا شاید تو مثلا تو کف این گوشی باشی، ولی این نه، این اصلا امروز بگه بابا من اینو میخوام، فرداش میاد دستش. کار ندارم که بده یا خوب تو این موقعیت کلا. حالا بریم کامنت ها رو ببینیم. دوستان انقدر کامنت نذارید که باید این بچه رو زد. دستم گرفت انقدر لایک کردم. به خارکستگیت افتخار کن. حالا 884 نفر هم لایک کردن. دوستان من قبلا گفتم الانم میگم، از ایران فرار کنید، خیلی ترسناکه. یهودی دیگه روز منو کشتن. چرا؟ لاک میزد. لاک اوایل کرونا بود، پسر بچه خوزستانی خودش دار زد به خاطر اینکه خانواده‌اش پول نداشتن واسهش گوشی بخرن که کلاس آنلاین شرکت کنه. مادرش با لهجه جنوبی میگفت علی 11 سالش بود، اومدم دیدمش خودش دار زد، خجالت میکشید بره مدرسه. نمیدونم، شاید تقدیر این بوده، شاید جبر جغرافیا، شاید هم تربیت ناصحیح خانواده و جامعه ما. خب باز هم ربطی به این کودک نداره. یعنی این کودک مقصر نیستش که وضعیت اقتصادی بده، باید یقه اون کسی رو بگیری که باید بگیری، نه اینکه این بچه هست میتونم اذیتش بکنم. ایرانی ها سرشار از عقدن بچه ها. این اصلا از گوشتون این در اون دروازه نکنید، قشنگ گوش کنید، واقعا عقده این و منتظرن یکی ضعیف‌تر از خودشون رو ببینن و اذیت بکنن. خیلی ها فکر کردن مثلا من ضعیفم، میتونن چرت و پرت بگن. اومدیم چپوندیم اینا رو داخل کامنت، یارو پاره شد عملا. فکر کرد مثلا خیلی اینجا بچه خفنه، اومدیم زدیم تو صورتش، گفتیم آقا از این خبرها نیست. نکن من ما این وضعیتم هر گوهی میتونی بخوری، نه از این خبرها نیست. آقا امیر حسن دوست دارم انقدر بزنمت که خون بالا بیاری. هنوز بچه ای، شاید یکم باید بزرگتر بشی، شاید طرز تفکرت عوض بشه. 30-40 ساله نیستی، 25 ساله نیستی، که اصلا 23 ساله نیستی که من بخوام چیز کنم بگم که آقا تو خیلی دیگه دیره بخوای آدم بشی. یکم مونده حالا. یه جوری میگه همین انگار واسهش خیار خریدن. خب اینو راست میگه، واقعا گوشی بدی نیست آیفون 13. نمیدونم برای چی ناراضیه. مثلا میره پیش همکلاسیاش، بچه ها من آیفون 13 گرفتم، و همه میگن هه هه هه. حالا اونجا میگم دیگه محله پولداراست، همه مثلا یومینی یارو دوتا آیفون 14 داره، میاد مثلا اینو سرکوب میکنه، بعد مثلا این احساس حقارت میکنه. اینقدر وحشتناکه بچه ها، فاصله طبقاتی وحشتناک تو ایران زیاده.
شاهین نجفی هم رفته بود اسرائیل، گفت همچی چیزی تو اسرائیل هم هست، فاصله طبقاتی متاسفانه. یکی بچه کریستیان رونالدو که آرزوش موبایل داشته باشه ولی چون به سنش نرسیده یه سری ها مثل این عقب موندهای جهان سوم تو ایران زندگی میکنن، اینا افتخاره، این بچه باید بچگی کنه نه این چیزا رو، تو آینده نتیجهش مشخص میشه. در رابطه با این قضیه هم یه صحبت خیلی ریز بکنم، نمیخوام سرتون رو درد بیارم. ببینید واقعا وحشتناکه که یه بچه گوشی داشته باشه، اینو قبول دارم، چون که خامه، چون که مخصوصا این خانواده‌های پولدار معمولا وسیله مسیله میخرن برای بچه‌شون، زیاد حوصله بزرگ کردن بچه اون شرایط سختو ندارن، سعی میکنن یه جورایی سرگرمش کنن، بیا این گوشی رو بگیر خفه شو، بیا نمیدونم این کامپیوتر رو بگیر خفه شو، این کنسول رو بگیر خفه شو. اینجوریه که این بچه تربیتش دیگه توسط خانواده نیست و توسط خیابون و مجازی خواهد بود، ممکنه یه آدم آشغال عذاب در بیاد احتمال زیاد. برای همین پیشنهاد میکنم اگر حالا بچه‌ای تو اون سن گوشی داره خیلی مدیریت شده استفاده بشه، چون واقعا خطرناکه بچه‌ها، اینو بمب اتم میمونه این قضیه، تو سنی نیستش که بخواد این کارو بکنه، ولی اگه باز میگم کنترل شده باشه هیچ مشکلی نداره، اصلا تو کلهتون بیرون نکنید، موفق باشی. اما ولی خانواده‌اش بدونن وقتی تو این سن این چیزا خوشحالش نکنه و نفهمه چقدر سخت به دست میاد، در آینده بر ارضا کردن خودش و حس خوشبختی پیدا کردن خطرهای زیادی تهدیدش میکنه. درست میگه، من اینو لایک میکنم. این الان مثلا همچین پیامی باید مثلا جای اینو میگرفت که چقدر بدم میاد از این کلیپ، این بچه لوس اصلا هیچ محتوایی نداره، این کامنت 3821 لایک خورده، ولی ایشون قشنگ اومده توضیح داده، گفته آقا مبارک باشه ولی همچی چیز خوشحالت نمیکنه، اینجوری اونجوری. 21 نفر با من میشه تازه 21 نفر لایک، عمق فاجعه است. آقا محمد سام و خوشتیپمون و خواهر عزیزشون، اول یاسمان باسمان این تابستون برنامه فقط بازی کردنه؟ تابستون که همزمان هم یعنی تابستونه. خب شما هم باز کردن؟ باز نمیشه، باز میشه، بازش بسا کنم یه سو بود مورد طرف شما باز کنم. بچه دازه پیجو هتون میخواد دنبال کنید، میخواد شما هم باز کن دیگه. آره شما هم باز کن که آره باز کن که درست هست نه یه دستش هم پیش محمد سام. بستنی نیسان رستوران، آخوند بسیجی سپاهی. آره یقه اینا رو بگیر، یقه بچه رو نگیر، جان مادرت یکم از عقلت استفاده کن تو رو قرآن. نمیدونم چرا ولی خیلی دلم میخواد برم بزنم تو پوز این بچه با این نوع حرف زدنش. چجوری حرف زد مگه؟ آقا یه نفر پول نون شب نداره، بعد میان واسه بچه‌ای که نمیدونه دو بلا به دو چند میشه وسیله گرون میخرید؟ داره میخره. مشکل این که تو نداری از یه جا دیگه است. من تا حالا کنسول نداشتم، اولین نفر نیستی. آقا آراز دوست داشتنی، درساش تموم شد دیگه PS5 خرید. نگاهش خوب، نورات خوب. شبیه باب اسفنجیه، ببخشید ولی خیلی باحال بود. آها این کامنت رو یه نگاه بنداز، تا میتونید برای بچه‌هاتون بخرید، من نخریدن برام، الان که بزرگ شدم پولشو دارم ولی نه اشتیاقشو دارم نه وقتشو، بچگیام با حسرت رفت. خرید مشتری عزیزم خانم شجاعی، مدیریت محترم مجموعه زیبایی آبا. ممنونم از مجموعه خوب آیستور. جاده گرفته، لژندا میفهمن چی میگم. میدونی بعضی وقتا فکر میکنم که شما حقتون نداشته باشید بعضیاتون، چون شعور ندارید بعضیاتون. حالا بعضیا که تبریک گفتن و اینا احساس میکنم مستحق این هستن یه همچین چیز داشته باشن، ولی یه عالمه حسود داریم. حالا نمیدونم روانشناس به شما معرفی کنم؟ چون البته ببینید وقتی به مردم ایران میگید برید روانپزشک روانشناس فوشت میگیرن، انگار مثلا منظورمون اینه که تو تیمارستانی هستی. نه آقا، اصلا شاید یه ریشه مشکلی تو بچگی داشته باشی یا تو نوجوانی، اون یارو بخواد اونو کنسل کنه، نابودش کنه. من واسه همین میگم تو بری. خرید مشتری عزیزمون، دختر خانم خوشگلمون، پریسا خانم، سامسونگ S20. من عاشق اون دماغت شدم، شبیه بادمجونه.
گوشی گرفتن اوه 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 مشکوک شد مشکوک شد یه اصلا کار به کامنت ها ندارم اون چیزی که تو دست یارو میبینم همه چی دیگه نشون داده به من دیگه راجع به نظر نمیدم من الان قرار به پدرش نظر بدم نه خود بچهش خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت نبرده باشید و شما رو به خداوند بزرگ و کوچک و متوسط می سپاریم فعلا بدرود